سلام. ارزشمندترین دارایی که شما دارید و سرمایه که در کنارتون هست و همیشه و همیشه بهش دسترسی دارید، سرمایه جسمی و توانایی ذهنی و فکری شما هستش. شاید خیلی از شماها فکر کنید آدمهایی که موفق هستن، آدمهایی که ثروتمند هستن، ژن خاصی دارن یا اصلا کلا این افراد پشتوانه های گرمی داشتن که تونستن به این جایگاه برسن. اگر توی رزومه افراد موفق و ثروتمند جهان یه نگاهی بندازید، متوجه میشید که تقریبا تعداد بسیار زیادی از این افراد مثل خیلی از ماها از نقطه صفر شروع کردن و موفق شدن و این افراد از ما زرنگ‌تر نبودن، فقط از توانایی ها و هوششون به بهترین شکل استفاده کردن. تواناییتون رو در کسب و کار، تواناییتون رو در ایده پردازی، توانایی ذهنیتون رو در قدرت فکری و باوری خودتون به کار ببرید. خیلی از ماها هر روز صبح که از خواب بلند میشیم میگیم یه روز دیگه از عمرم کم شد، یک روز دیگه زندگیم تموم شد. غافل هستیم از اینکه هیچ کدوم ما هنوز زندگی که باید داشته باشیم رو شروع نکردیم. از این نترسید که عمرتون داره تموم میشه، از این نترسید که زندگیتون داره پایان میگیره، از این بترسید که هنوز زندگی رو شروع نکردید. فکر نکنید آدم‌هایی که موفق هستند استعداد خاصی دارند. نه، خیلی وقتا نگاه می‌کنیم می‌بینیم دقیقاً آدم‌هایی که از نظر هوشی شاید از ما هوش پایین‌تری داشته باشند، از ما خیلی موفق‌تر دارن عمل می‌کنند. اگر راهی رو دیگران رفتند و موفق شدند، یادتون باشه اگر شما دقیقاً جاپای اون افراد بذارید موفق خواهید شد. اگر دیگران تونستند از مسیری برند و اون مسیر مسیر نجاتشون بوده، شما هم اگر از اون مسیر برید به همون نجات میرسید، به شرط اینکه هدفها یکسان باشد. توی ذهنتون سعی کنید برای خودتون برنامه ریزی داشته باشین، برنامه ریزی هایی که به شما کمک کنه از تمام توانایی هاتون استفاده کنید. خیلی از ماها توانایی هایی رو که داریم رو همیشه و همیشه توی یک جعبه وجودی نگه داشتیم و به کارش نبردیم. تونستیم فقط در حد این که یه ساعتی رو به عنوان پرسنل یک شرکتی ازش استفاده کنیم و بعدم بیایم بتالت بگذاریم. تا میتونید مطالعه کنید، تا میتونید اطلاعات آدم های ثروتمند، موفق و قدرتمند رو جذب کنید و بخونید، تا میتونید روی باورهای افرادی که موفق شدن کار کنید و ببینید چطور اینها موفق شدن. و یادتون باشه دوستانی رو انتخاب کنید که توی گروه افراد موفق هستند، چون این دوستان به شما ایده میدن، این دوستان به شما خلاقیت میدن، این دوستها گره‌گشا خواهند شد که شما بتونید مسائلتون رو حل کنید و موفق تر باشید. خیلی ها میگن اگر من دوستهای قوی تر از خودم داشته باشم احساس حقارت میکنم. حقیقت این هستش که اگر ما دوستانی قوی تر از خودمون داشته باشیم، تلاش میکنیم به اون جایگاه برسیم. و همیشه افرادی که موفق هستن و قدرتمند هستن، شما رو به دوستان موفق و قدرتمندشون معرفی خواهند کرد و اینها میشه پلی برای صعودتون. بالاترین هوشی که شما میتونید ازش استفاده کنید و شاید بالاترین سرمایه‌ای که در وجود هر آدمی هست، هوش اجتماعی هست، هوش ارتباطات. چقدر از این هوش استفاده میکنید؟ خیلی از ماها در حد اینکه آدمهای موفق رو میبینیم و میگیم سلام خوبید و از کنارشون رد میشیم، اما بعضی از آدمها هستن که از در کنار این آدمهای موفق بودن به بهترین شکل استفاده میبرند. اکثر ما یک بهانه داریم، من روم نمیشه، احساس میکنم اگر برم بهش بگم این کار رو برای من انجام بده، فکر میکنه من میخوام ازش سوء استفاده کنم. یا حتی با اینکه خودمون یک لول پایین تر هستیم، با نگاهی تحقیرآمیز به این افراد نگاه میکنیم که این افراد فکر میکنن کی هستن، اگر من برم فکر میکنه چه شخصیت والایی داره. ولی واقعیت هم این هستش که شما باید در کنار آدمهای موفق و خوشفکر قرار بگیرید. آدم های پایین تر از شما، شما رو بالا نخواهند کشید، بلکه شما رو در سطحی که هستید حتی پایین تر خواهند برد. ولی آدم های موفق شما رو مجبور می کنند که هم سطحشون بشید. سعی کنید از توانایی های ذهنیتون، از توانایی های فکریتون، از قدرت فکرتون و سرمایه های وجودیتون به بهترین شکل استفاده کنید. این سرمایه ها به رایگان در اختیار ما قرار داده شده. میتونم ازش به بهترین شکل استفاده کنم، میتونم هم همیشه یه فاکتور بگیرم روش اصلا استفاده نکنم.
انتخاب با شماست، جزء کدوم دست از افراد هستید. انتخاب میکنید که این اتفاق بیفته یا انتخاب میکنید همین مسیری که دارید میرید رو به همین شکل کجدار مریض ادامه بدید تا زندگی تموم شه. انتخاب های درستی رو انجام بدید. زندگی ارزش رشد کردن رو داره. زندگی ارزش خوب زندگی کردن رو داره. زندگی اونقدر زیباست که حیفه نادیده گرفته بشه زیبایی هاش. هر جا که هستین زندگیاتون پر از زیبایی، پر از نشاط، پر از خوشبختی و شادمانی باشه. موفق